این سناریوی تعریف شده یه من باید توی سناریو برم، هیچ راهی هم نداره، هیچ راهی هم نداره، من باید توی سناریو اعدام بشم. پازل پیچیده مرگ قاضی ایرانی در بخارست. آیا غلامرضا منصوری آنطور که خودش پیش از مرگ گفته قربانی یک سناریوی از پیش نوشته شده بود؟ این موضوع یک گزارش تحقیقی در 60 دقیقه امشب است. در ادامه برنامه امشب، همزمان با اوجگیری بی سابقه آمار روزانه قربانیان کرونا در ایران، ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت بر سر چگونگی برگزاری مراسم محرم دچار اختلاف شدند. آیا عزاداری و تجمع در محرم باید به خاطر کرونا تعطیل شود؟ این موضوع بحث 60 دقیقه امشب است. افزایش بهای مسکن در ایران همگام با تورم و نقدینگی. قیمت متوسط خانه در تهران ظرف یک ماه از متری 17 میلیون به متری 21 میلیون تومان رسید. کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. و خیانت، تلویزیونی دولتی تاجیکستان ایران و دولت‌های خارجی را به تلاش برای سرنگونی نظام سکولار متهم می‌کند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. خودکشی کرد، به قتل رسید یا در یک حادثه درگذشت. حدود 40 روز بعد از مرگ غلامرضا منصوری، قاضی بازنشسته قوه قضاییه ایران در رومانی، پرسش‌ها درباره علت مرگ او هنوز بی پاسخ مانده. در شرایطی که مسئولان ایران و رومانی اطلاعات روشنی در این باره ارائه نکردند، تیمی تحقیقی از بی بی سی به شواهدی دست یافته که دست کم احتمال خودکشی قاضی منصوری را زیر سوال می‌برد. مدارکی که به دست آمده نشان می‌دهد قاضی منصوری بعد از اعلام قصدش برای بازگشت به ایران 2 شب را در سفارت این کشور در بخارست گذرانده. در همان روزها سخنگوی قوه قضاییه در تهران به خبرنگاران می‌گوید صحبت‌های آقای منصوری برای بازگشت جدی نیست. بر اساس فایل‌های صوتی که امشب می‌شنوید، قاضی منصوری به دوستانش گفته بود گروهی قدرتمند در ایران نمی‌خواهند او به ایران برگردد و او می‌بایست در سناریویی از پیش تعیین شده اعدام شود. قاضی منصوری چه میدانست و چرا چنین عاقبتی پیدا کرد؟ ژیار گل به دنبال این پرسش ها رفته. خسته، تنها، نگران، آخرین روزهای عمر قاضی ایرانی در رومانی. غلامرضا منصوری یکی از بانفوذترین قضات ایران در 2 دهه گذشته بود. گفته می شود او صندوقچه اسرار فساد ده‌ها مقام بلندپایه حکومت ایران بود. این داستان قاضی است که از عرش به فرش افتاد. بخارست، پایتخت رومانی، 30 خرداد ماه، ساعت 14:30 به وقت محلی. پلیس بخارست از مرگ مردی ایرانی در هتل دوک این شهر با خبر می شود. هتلی در 700 متری سفارت جمهوری اسلامی ایران. ایرانیان گلم رضا منصوری گسیت مردن در هتل. اینترپول این مرد 52 ساله، غلامرضا منصوری، قاضی سابق دیوان عالی کشور بود. دادستانی تهران به اتهام رشوه‌خواری رسما خواهان استرداد او بود، اما سازمان‌های حقوق بشری خواهان بازداشت و محاکمه او در اروپا. پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را بر اثر سقوط از طبقه 5 هتل محل اقامتش اعلام کرد. بسیاری در داخل و خارج ایران این حادثه را مشکوک خواندند و احتمالاً قتلی برنامه‌ریزی شده. پس از مرگ قاضی منصوری، به دنبال ردپای او در اروپا، با همکاری روزنامه نگارانی در رومانی تحقیقاتی را شروع کردیم. My name is Gior Gol. I'm calling from BBC. خب مقامات دادستانی و پلیس رومانی
متاسفانه به درخواست‌های مکرر ما جواب ندادن و حتی وقتی که ما رفتیم با مدیر هتلی که اونجا اقامت داشتن صحبت کنیم، ایشون گفت، دادستانی بهش گفته با هیچ عنوان با خبرنگارا صحبت نکنن. مقامات رومانی همه درها را به روی ما بستند، اما از کانال‌های غیر رسمی به مدارکی دست پیدا کردیم که مسیر حرکت قاضی منصوری را در اروپا روشن می‌کرد. کپی پاسپورت او نشان می‌دهد مرداد ماه سال گذشته از تهران به استانبول پرواز کرده است. سه هفته بعد کنسولگری فرانسه در استانبول ویزای شنگن برای او صادر می‌کند، ویزایی که به او اجازه می‌داد چندین بار به بیشتر کشورهای اروپایی رفت و آمد کند. مهر پاسپورت او نشان می‌دهد مدتی بعد از فرودگاه شارل دو گل پاریس وارد فرانسه می‌شود. دو شماره تلفن او از فرانسه بودند. بی بی سی به تصاویری دست پیدا کرد که نشان می‌دهد قاضی منصوری از فرانسه به آلمان رفته بود. او در این عکس مقابل یک کلینیک جراحی در آلمان دیده می شود. خانواده او گفتند که هر ساله برای مداوای سرطان روده بزرگ به هانوفر می رفته است. اما دسترسی به مدارک پزشکی او برای ما امکان پذیر نبود. برای درک موقعیت و نفوذ قاضی منصوری در حکومت ایران باید از مشهد شروع کرد. نام او ابتدا در دادگاه سعید حنایی قاتل زنجیره زنان مشهد رسانه‌ای شد. با حکم قاضی منصوری در سال 1381 سعید حنایی به دار آویخته شد. او مدتی بازپرس شعبه نوع دادسرای کارکنان دولت و رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بود. در سال 1391 به دستور او 20 روزنامه‌نگار به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز این بازداشت‌ها را یک شنبه سیاه خواند. ما قاضی منصوری رو متهم کردیم به بازداشت خودسرانه روزنامه‌نگاران برای انجام فعالیت اطلاع رسانی. پس از شایعه حضور قاضی منصوری در آلمان، سازمان گزارشگران بدون مرز علیه او در دادگاه فدرال این کشور شکایت کرد. مدارکی بود که آقای منصوری در آلمان هستند. ولی در چارچوب قانون دادگاه ها در اروپا و همین صلاحیت بین المللی، ما گفتیم اگر جای دیگری هم باشد قاضی منصوری، دادستان می تواند حکم بازداشت بین المللی صادر کنه و به این عنوان اگر جای دیگری هم باشد در این رابطه اقدام کنیم. اما مدارک به دست آمده نشان می‌دهد قاضی منصوری ماه‌ها پیش با قطار از آلمان به رومانی رفته بود. با یکی از دوستان نزدیک قاضی منصوری که تا روز مرگش با او در ارتباط بوده تماس برقرار می‌کنیم. این فرد که نخواست نامش فاش شود می‌گوید مقامات حکومت ایران با قاضی منصوری در آلمان در تماس بودند. آنون نگران دستگیری او و لو رفتن اسرار نظام در آلمان بودند. این فرد میگوید قاضی منصوری اسناد و مدارک فساد و جاسوسی برخی از مهرهای قدرتمند حکومت ایران را به همراه داشته است. به همین جهت قاضی منصوری نگران بازگشت به ایران نبوده. من یکی از شاکیان خصوصی پرونده آقای قاضی منصوری بودم. من قرار بود تو دادگاه برم شهادت بدم که ایشون چیکار کرده. اعظم جنگ‌روی یکی از زنانی بود که در سال 1396 به اعتراض به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی روی سکویی در تهران بدون روسری ایستاد. زنانی که به دختران انقلاب معروف شدند. قاضی منصوری معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ارشاد مسئول پرونده دختران انقلاب بود.
اعظم جنگروی ایران را ترک کرد و به کانادا رفت. او روزی که با قاضی منصوری روبرو شد را از یاد نبرده. یه آخوند بلند قامت هیکلی اومد تو، پرونده من گرفت دستش، بعد همینجوری برگشت گفتش که در حین ورق زدن این حرفا رو میگفت. گفتم که خراب فلانی، فکر کردی که زندگی من کلن عوض شد. زندگی خیلی ها همینجوری عوض شده. من آدم مهاجرت نبودم، من آدمی نبودم که پشن بیام اینجا. بخشی من ازم گرفتن، اکار اخراجم کردن، من به 3 سال زندان محکوم شدم. سرنوشت بسیاری از این دختران به دست آقای منصوری در دادسرای ارشاد در بخارست، خیابانی در تهران، تغییر کرد. 3 سال بعد، 3000 کیلومتر دورتر، این بار سرنوشت قاضی منصوری هم در بخارست، پایتخت رومانی، رقم خورد. دوست قاضی منصوری میگوید عواملی از داخل ایران او را راضی کردند که از آلمان به رومانی برود. او رفتن به رومانی را نقشه ای از پیش طراحی شده می داند. ایران و رومانی رابطه دیپلماتیک و بازرگانی دارند. مقامات دو کشور همدیگر را خوب درک می کنند. شاید در ظاهر دیده نشه. این روزا سرویس های اطلاعاتی ایران اینجا فعال ترند. وضعیت رسانه‌ها در رومانی در 2 یا 3 سال گذشته به شکل خیلی بدی تغییر کرده. بیشتر اولیگارک‌های نزدیک به قدرت و یا به نوعی مافیا عملاً در رابطه با رسانه آن قدرتی رو که دیگر کشورهای اروپایی دارن ندارن. مدارک به دست آمده نشان می‌دهد قاضی منصوری از اوایل اسفند سال گذشته بدون سر و صدا در اروپا بوده است. خواهش میکنم توضیح بدن چه تماسی های منصوری باشون داشتن؟ بعد یه شب زنگ زدن که میگن. اما با رسانه‌ای شدن نام او در اولین جلسه دادگاه اکبر طبری، حضور قاضی منصوری در اروپا آشکار میشود. اکبر طبری معاون اجرایی رئیس پیشین قوه قضاییه بود که به جرم فساد مالی محاکمه میشود. در این پرونده قاضی منصوری هم متهم شده در سال 1395 که قاضی اجراییات لواسانات تهران بوده 500,000 یورو رشوه دریافت کرده است. قاضی منصوری در موارد دیگری درگیر بوده و به همین جهت مصلحت کسانی که درگیر این گونه حوادث بودند، چه کسانی که ممکن است در دستگاه قضایی وجود حضور داشته باشند یا اینکه در سایر نهادهای دولتی حضور داشته باشند و نیز کسانی که در این ماجرای رشوه‌دهی و رشوه‌گیری مداخله داشتند، در این بوده است که قاضی منصوری به ایران برنگردد. پس از رسانه‌ای شدن نام قاضی منصوری و حکم جلب او از سوی پلیس بین الملل، او با انتشار ویدیویی از قصدش برای بازگشت به ایران خبر داد. انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم کنم. 3 روز پس از انتشار این ویدیو، پلیس رومانی قاضی منصوری را در بیمارستانی در بخارست دستگیر می کند. دادگاهی در رومانی او را تا 20 تیر به صورت مشروط آزاد می کند تا مقامات ایران مدارک استرداد او را به رومانی ارسال کند. قوه قضاییه به جد. سخنگوی قوه قضاییه ایران پس از دستگیری او گفت قاضی منصوری قصد بازگشت به ایران نداشته است. بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. تصاویری که از نزدیکی سفارت ایران در بخارست به دست آورده ایم نشان می‌دهد قاضی منصوری به سفارت می‌رود. این ویدیو 21 خرداد در چند قدمی درب ورودی سفارت ضبط شده است.
این سلفی ها در داخل ساختمان سفارت گرفته شدند. در یکی از فایل های صوتی قاضی منصوری دستگیریش در بیمارستان را نقشه سفارت ایران می خواند. من تو سفارت ایران بودم، تو بخارست، تو رومانی. دوشب هم تو سفارت بودم. برای کار درمانی آمدیم بیرون دیشب برای اینکه ناراحت بودم. تو محل درمان پلیس بخارست با هماهنگی پلیس اینترپول این از قبل هماهنگ شده بود. آمدن منو گرفتن به عنوان که میخوان به ایران برگردونن. بر اساس رأی قاضی دادگاه بخارست، آقای منصوری حق ترک رومانی را ندارد. او در هتل دوک در 700 متری سفارت ایران میماند. به خاطر شیوع کرونا، او تنها مهمان این هتل بوده است. او بارها به دوستان و خانواده‌اش میگوید گروه قدرتمند در حکومت نمیخواهند او به ایران برگردد. این یکی دیگر از فایل‌های صوتی او در رومانی است. این سناریوی تعریف شده یه من باید توی سناریو برم، هیچ راهی هم نداره من باید توی سناریو اعدام بشم تا یه سری چیزایی که اعتماده درست بشه. این سناریو تعریف شده یه چند ماه پیش. یک روز پس از این پیام صوتی، قاضی منصوری برای امضای روزانه به مرکز پلیس می رود. پس از بازگشت به هتل، پول اتاقش را می پردازد. چمدانهایش بسته بوده و به نظر می رسد قصد سفر داشته. به طرف اتاقش در طبقه 5 می رود. منشی هتل گفته پیش از ورود به اتاقش از طبقه 5 به لابی هتل پایین می افتد و در جا کشته می شود. مرگ مشکوک یکی از متهمان پرونده فساد. وکیلش میگوید غلامرضا منصوری آدمی نبود که خودکشی کند. اطلاعاتی که ما از طریق پلیس اینترپول داریم و اونها از طریق به اصطلاح پلیس رومانی، ظاهرا در گذشته ایشون علتش خودکشی بوده. Here is a suspicious death. این مرگ مشکوکه، اما پلیس جنایی رومانی فوراً اعلام کرد خودکشی بوده. پس از چند ساعت وزارت خارجه ایران این گزارش رو بدون هیچ اعتراضی قبول میکنه. به نظر میاد همه در بستن پرونده عجله داشتن. تودورل بوتوی از کارگاهان جنایی رومانی بود که مسئول تحقیقات ده ها پرونده قتل و خودکشی بوده است. او میگوید مرگ قاضی منصوری نمیتواند خودکشی باشد. داستان عجیبیه. رفتار این مرد نشون میده او به فکر زندگی بوده. اول خودش رو به سفارت معرفی میکنه. این یعنی به فکر امنیتش بوده. به دادگاه میره و منتظر روند استرداد میشه. به دنبال حل مشکلاتش بوده. پول هتل رو میده. اما ناگهان تصمیم میگیره خودش رو از یک فضای باریک پایین بندازه. تو خواب راه میرفته. این سوال برانگیزه. بله سلام از بکنم. من جیورگول هستم از بی بی سی. سفیر ایران حاضر نشد با ما صحبت کند. میگن با بی بی سی صحبت نمی کنن. وزارت خارجه رومانی هم در جواب درخواست ما برای مصاحبه در نامه این نوشته نمی تواند درباره پرونده های باز قضایی اظهار نظر کند. مقامات دادستانی هم دریافت درخواست ما را تایید کردند، اما تا به امروز حاضر به صحبت با ما نبودند. این تحقیقات بسیار طول کشید. این تحقیقات چنان محرمانه و چنان پنهان انجام شده و با فریب خبرهایی همراه بود که واقعی نبودند. قاضی منصوری هم به سفارت ایران و هم به مقام‌های قضایی رومانی گفته بود که نگرانی جانی دارد. بسیاری پرسیدند چرا پلیس رومانی او را بازداشت نکرد یا برای او محافظ نگذاشت. من فکر نمی کنم پلیس میتونست از خودکشی جلوگیری کنه، چون که این شهروند ایرانی در بازداشت پلیس نبوده. باید این رو هم بگم در بعضی موارد مشکل حتی از خودکشی زندانیان در حبس جلوگیری کرد.
قاضی هم دستور بازداشت او رو نداده بوده. پلیس هم کاری نمیتونست بکنه. پس از انتشار خبر مرگ قاضی منصوری، بسیاری چهره‌های دولتی و امنیتی ایران مرگ او را قتل مشکوک توسط باندی مخوف در داخل ایران خواندند. دوست قاضی منصوری هم میگوید او کشته شده، چون اگر به ایران باز میگشت میتوانست پرونده فساد بسیاری را افشا کند. او میگوید پرونده فساد بسیاری از مقام‌های بلندپایه نظامی و سیاسی آشکار یا پشت پرده دست او بوده است. پرونده فساد فاضل لاریجانی، برادر رئیس وقت قوه قضاییه، در دست قاضی منصوری بود. او فاضل لاریجانی را تبرئه کرد. دولت رومانی اول تیر ماه جسد قاضی منصوری را به همراه گزارش پزشکی قانونی به ایران تحویل داد. اما جزئیات این گزارش نتیجه بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته هتل اعلام نشده است. این پرونده میتونست کمک کنه به وضعیت آزادی اطلاع رسانی در ایران، یعنی یک ایجاد وحشتی برای همه اونا بود و کلی ما مدرک داشتیم. رئیس قوه قضاییه گفته برای مبارزه با فساد خط قرمزی ندارد. اما دوست قاضی منصوری میگوید او قربانی رقابت ابراهیم رئیسی و صادق لاریجانی برای جانشینی رهبر ایران شد. جیار اینجا در استودیو با ما هست. جیار، سوال‌های شاید بیشتری با این گزارش تو ایجاد میشه، از جمله این که قاضی منصوری میفهمیم که بهمن ماه پارسال به رومانی رفته بوده، در حالی که پیشتر از اون برای مداوا در آلمان بوده و بعد خرداد ماه اون اتفاق در هتل میفته. در این حال همزمان او در طول این مسیر همش سلفی از خودش میگیره، فیلم میگیره. چرا این اقدامات رو انجام میداده؟ ببین، به نظر میاد قاضی منصوری قاعده بازی رو خوب میفهمیده. بالاخره در برهه‌ای در این مسیر 30 سالی که در دستگاه قضایی ایران بوده، احتمالاً خودش در جایگاه اون افرادی بودن که به دنبالش بودن یا میدونسته خطرات کجا هست. انسان به هر حال این جهان به هر حال بینشو داشته که چقدر خطر جدیه براش. به همین جهت به نظر میاد قاضی منصوری در طول این همه مدت مرتب با افرادی با نفوذ و در صاحب منصب در داخل حکومت ایران در ارتباط بوده و این اونا بودن رازیش میکنن بره رومانی، چرا که پرونده حمید نوری دادیاری بود که در سوئد دستگیر شده به خاطر جنایت علیه بشریت، میتونست ایشون رو هم بازداشت بکنن و ایشون همینجوری که دوست نزدیکش میگه، این درسته که میگن این جعبه اسرار مقامهای ایرانی، چرا که بسیاری از پرونده های خیلی بزرگ مقامات بلندپایه که آبروی نظام در گرو بود به ایشون دادن و ایشون به نظر میاد مدارک و مستنداتی رو با خودش برده که احساس میکنه اینو نیازه که این امنیتش رو حفظ بکنن. شما میبینی به رومانی رفته، به نظر میاد بعد از بهمن دیگه از بیمارستان اونجا میاد بیرون، میره رومانی و به نظر میاد که داره معالجش رو دقیقاً یه جوری وانمود میکنه که داره طولانی میشه که بر نگرده و بهش گفته شده یه مدت اونجا بمون تا آبا از آسیاب بیفته و بعد برمیگرده ایران. این چیزیه که شخصی که تا آخرین ساعت زندگیش که فوت کرده یا کشته شده باش در ارتباط بوده. به همین جهت شما میبینید هر کجا که میرفته مدارکی رو جمع‌آوری کرده و حتی داخل سفارت رفته این دوستش میگفت میخواسته مطمئن بشه داستان جمال خاشقچی در استانبول در سفارت عربستان سعودی براش تکرار نشه. به همین قبلش هم اون ویدئو رو ضبط دقیقاً کنه. شب قبلش هم این احساس نگرانی رو کرده و حتی ما تو روزنامه ایران هم دیده بودیم که این رو حمایت میکنه، این فرضیه رو که برادرش و خانواده‌اش ظاهراً رفتن به مقامات به دادستانی گفتن که آقا این امنیت جانی نداره و میخواد سریعتر به ایران برگرده. اما تمام افرادی مدارکی که ما داشتیم نشون میده ایشون میخواسته برگرده به ایران، اما ظاهرا این دوست نزدیکش به ما میگفت که به نفع خیلی ها نبوده که ایشون برگرده به ایران، چرا که اگه ایشون قرار بود قربانی بشه پته خیلی ها رو زیر آب از خیلی ها رو میزد. و میدونیم که آخرین وضعیت در داخل ایران چگونه است وقتی تحقیق کردی؟ ببین،
این جنازه رو فرستادن همین چند روز پیش و من با شخصی در داخل دادستانی تهران تماس داشتم. جالب بود، میگفت جنازه رو دیدن و حتی صورتش به حدی آسیب دیده اصلا قابل شناسایی نیست، فاسد، یعنی بدن فاسد شده، فرمش عوض شده. و حتی این شخص به من میگفت انگار این جنازه برای روزها خارج از سردخانه بوده، جلو آفتاب بوده که اثرات این بر حال نمونه، این جراح رو بدنش یا علم. من نمیدونم الان خانواده‌اش تونستن اینو شناسایی کنن یا نه، و به نظر میاد قرار دی ان ای بگیرن از افرادی از خانواده که مشخص بشه واقعا این شخص خودشه. و یک شخصی هم داخل خود دادستانی ایران میگفت این احتمال که ممکنه جای دیگه کشته شده باشه و جنازه رو برگشتن و برگردوندن و داخل هتل این صحنه رو بازسازی کرده باشن، از ارتفاع بیفته پایین، اگه زمانی هم کالبر شکافی بشه، اگه شکستگی تو بدن جمجمه جایی باشه، بگن از اون بالا افتاده پایین. اما خب واقعا اینا همه فرضیه است. گفتم ما نتونستیم به اون 29 صفحه‌ای که دادستانی رومانی فرستاده دسترسی پیدا کنیم. و همچنین به نظر من مهمتر از همه تصاویر ویدیوهای مدار بسته اون هتل که اونو ضبط شده پیش پلیس به ایران فرستاده نشده، تا به حال هیچ اون ویدیوها رو ندید. اون میتونست کلید معمایی باشه واقعا اون لحظه چه اتفاقی برای آقای منصوری افتاد. ممنونم از جیار جیار گل، همکارم اینجا در استودیو. در ایران وضعیت شیوع ویروس کرونا به نقطه بحرانی تازه‌ای رسیده. وزارت بهداشت میگه در 24 ساعت گذشته 235 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس درگذشتند، بالاترین آمار روزانه فوت شدگان این بیماری تاکنون. برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها و چگونگی برگزاری مراسم مذهبی در ماه محرم هم بحث‌های زیادی مطرح کرده. ساعتی پیش کارگروه مراسم عزاداری ایام محرم و سفر که امروز اولین جلسه‌اش برگزار شد، دستورالعملی برای برگزاری مراسم مذهبی منتشر کرده، از جمله فاصله‌گذاری و اجتماعی و استفاده از ماسک. بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. شهر تهران با جمعیتی حدود 9 میلیون نفر امروز دوباره در وضعیت قرمز قرار گرفت. مرکز یکی از 15 استان کشور که به علت وضعیت شیوع ویروس کرونا در شرایط بحرانی هستند. در حال حاضر 15 استان در وضعیت قرمز. این سخنگوی وزارت بهداشت امروز. و در این بین استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین و پرتردد ترین استان برای اولین بار بعد از خیز اول شیوع کرونا در کشور در وضعیت قرمز قرار گرفت. تعداد مبتلایان روزانه به ویروس کرونا در ایران طی تقریبا 3 ماه گذشته در حال افزایش بوده. از هنگام برداشته شدن محدودیت‌های کسب و کار و باز شدن مراکز خرید، تعداد فوتی‌ها هم به طور مداوم در حال افزایش بوده و به سطحی بسیار بالاتر از اوج آن در خیز اول رسیده. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته 235 نفر درگذشتند که بالاترین رقم روزانه تاکنون است. متاسفانه در حال حاضر تعداد موارد بستری روزانه در کشور به دوران اوج پیک بیماری در اسفند سال گذشته نزدیک شده است و در مجموع وضعیت شیوع بیماری در کشور و جهان رو به افزایش و نگران کننده است. جوانهایی تو این بخش دیدم که بدون هیچ علائمی، بدون هیچ بیماری خاصی، متاسفانه تو این بیماری تلف شدن. ولی ما متاسفانه مردم فکر میکنن که فقط برای بیماری ها، اونایی که فشار خون دارن، نه که دیابت دارن، و میگه من که سالمم، من که مشکلی پیش نمیام. ما هم اینجا تخت هفتمون بود، پریروزا بود که جوان 30 ساله بود، فوت شد متاسفانه. حالا پیش و پیش شروع ماه محرم و برگزاری مراسم و تجمعهای عزاداری، بحث ها در داخل حکومت بالا گرفته در مورد چگونگی برگزاری مراسم در این شرایط خیزش مجدد شیوع ویروس کرونا در کشور. معاون وزیر بهداشت در آستانه ماه محرم علیه برگزاری مراسم پرجمعیت عزاداری هشدار داده است. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت گفته قاطعانه و محکم با برگزاری مراسم در محیط‌های سربسته مخالفت می‌کنیم.
این در مقابل گفته دولت که در محیط‌های سربسته مراسم به مدت محدود و با رعایت فاصله‌گیری اجتماعی برگزار شود. او گفته قطعاً اگر مراسمی هم برگزار شود کاملاً محدود خواهد بود و اضافه زیها از باشکوه برگزار کردن مراسم صحبت میکنند. باشکوه برگزار کردن فقط به این معنا نیست که جمعیت زیاد باشد. خانه هم میشود یک حسینیه باشد. یکی از مسائل مهمی که امروز ما بحث کردیم اما رئیس جمهوری ایران میگوید هم مراسم و هم مواظبت. این همین شنبه گذشته. حالا هر روزی ممکنه یه بحثی هم مطرح بشه. آقا محرم میرسیم. عزاداری یا سلامت؟ نه هر دو. هم عزاداری امام حسین، هم توجه به پروتکل‌های بهداشتی. اینا مانعت الجمع نیست. سوگواری حتما جلوگیری از شیوع این بیماری هم قطعا. هر دوش باید باشه. در کنارم. در بیمارستان کامکار قم، نگرانی ها از روزهای بحرانی تر که ممکن است در راه باشد. کسرانجی بی بی سی. برای بحث بیشتر در این مورد حسن فرشتیان با ما هست، محقق و پژوهشگر دینی از پاریس. آقای فرشتیان موافق برگزاری مراسم با توجه به شرایط کنونی نیستند و همینطور آقای محمد هدایتی کارشناس مسائل دینی و مدیر مسئول تلویزیون سلام از اورنج کانتی در کالیفرنیا با ما پیوستند. آقای هدایتی اعتقاد دارند که مراسم در شرایط کنونی هم باید با شرایط با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار بشه. آقای هدایتی بذارید با شما شروع بکنیم. چرا فکر می‌کنید در شرایط کنونی با توجه به اینکه بسیاری از شهرهای ایران در شرایط قرمز هستند همچنان مراسم محرم و سفر باید برگزار بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما بینندگان عزیز مهمانتون سلام عرض میکنم. عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام. علت اینکه باید برگزار بشه این مراسم، موضوع رو میتونیم از سه منظر ما مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم. یکی بُعد اعتقادی و نظری هست، یکی بُعد عملی و بُعد و دیدگاه و منظر تاریخی هست. از نظر اعتقادی چون جزئی و بخشی از اصول مسلم شیعه امامت هست و اون ابراز اعتقاد و علاقه و باور به امامت تجلی و ظهور پیدا میکنه در عزاداری و همچنین اصول دیگه مانند تولی و تبری ظهور و بروز و آشکار شدنش در این عزاداری هست. این یکی از مسلمات باورها و اعتقادات شیعه هست که باید عزاداری در هر شرایطی برگزار بشه. آقای هدایتی وقتمون چون محدود هست و ممکنه به کل بحث نرسیم، میخواستم همینجا نظر آقای فرشتیان رو راجع به همین مسئله بشنویم، بعد برمیگردیم دوباره شما موردهای دیگر رو بفرمایید. سلام خدمت جناب عالی و مهمان عزیز و بینندگان عزیز. عرض کنم خدمت شما اینجور که من بخوام اظهار نظر دقیقی در این زمینه بکنم باید بگم بنده کارشناس بهداشتی نیستم. بنده به عنوان کارشناس امور دینی میگویم در این گونه موارد باید تابع نظر کارشناسان بهداشتی بود و هر چه اونها گفتن باید عمل کرد و عزاداری ابا عبدالله جزو پایه‌های دین محسوب نمیشه، هرچند بسیار مهمه و بخشی از هویت ماست و ما خوشبختیم از این عزاداری‌ها و خود رو موظف به پیگیری این عزاداری‌ها میدونیم، ولی بالاتر از این داریم. چیزی که جزو پایه‌های دینه مثل حج واجب، هنگامی که شما عازم سفر مکه هستید در حج، اگر احساس خطر کنید، امنیت نداشته باشه جاده، در اون صورت این احساس خطر اگر به صورت اغلایی باشه، یعنی اغلای عالم بگن این جاده خطرناکه و راهزنانی هستن، این مثالی است که در قدیم در فقه گفته میشه، راهزنانی هستن که مال شما رو میدزدن، جان شما رو میگیرن در طول راه، سفر واجب حج تبدیل به سفر حرام میشه. در مورد عزاداری ها، اینها طبیعتاً جزء مسائل فروع و پایه‌های دین نیست، بلکه جزوی بخشی از هویت شیعه است و اون هم هرگز واجب نیست. بنابراین اینکه عزاداری باید انجام بشه یا نه، روحانیون و متولیان دین و متدینین در این زمینه به نظر میرسه باید تابع نظرات بهداشتی و کارشناسان باشن. امروز در همه دنیا
تجمعات افراد عرض کنم که به شکلی که در عزاداری های ابو عبدالله میشه ما میدونیم آیا اصلا امکان داره این رعایت این مسائل در هیئت ها در تکیه ها در عزاداری ها؟ امروز در همه جای دنیا همه کارشناسان بهداشتی و پزشکی این کار رو ناشایست میشمرند و ممنوع میکنند. آقای هدایت، شما هم حتما با ما همعقیده هستید که حفظ جان از عزاداری واجب تره. چرا باز فکر میکنید که باید برگزار بشه؟ ببینید، اگر ما بخوایم این بحث رو یا دروندینی یا بروندینی بهش نگاه بکنیم، دو نتیجه به دست میاد. شما میگید ما موافقیم، منظور از شما یعنی یک نگاه بروندینی، ولی اگر از نگاه دروندینی نگاهش کنی، شیعیان و عزاداران شیعه میگویند نه، عزاداری مهمتر از حتی حفظ جان هست. جناب فرشتیان درباره حج گفتن، بله، حج امنیت راه، سلامت بدن جزء شروط استطاعت حج هست، ولی عزاداری اینطور نیست. عزاداری نه تنها جزء اصول شیعه است، جزء اصول دینه، برخلاف نظر ایشون رو من دارم که ایشون میگه جزء فروع دین هست. تولی و تبری اصول دینه، در یک تقسیم بندی اصول دین فروع دین کردن که بچه‌ها بهتر یاد بگیرن، و الا اصول دین اسلام و شیعه 15 تاست. تولی و تبری جزء اصول دین هست که باز بخشی از امامت هست. ولی بله، این از نگاه درون دینی میگه عزاداری حتی از حفظ جان بالاتره. چرا؟ در نمونش زمان متوکل دست ها را قطع میکردن کسی که میخواست به عزاداری امام حسین بره. البته این رو بگم، این استثناء عزاداری امام حسین علیه السلام هست، حتی درباره 13 معصوم دیگه ما نداریم. البته خب امام زمان علیه السلام زنده است، عزاداری نداره، ولی از نظر مثلا تعظیم شاعرش و بگیم مال ولادت و مراسم برگزار کردن، ولی خاص امام حسین علیه السلام حفظ جان تحت شعاع قرار میگیره نسبت به برگزاری مراسم. متوکل دست ها رو قطع میکرد، در زمان امام معصوم بود، امام معصوم منع نکردن، علما در طول تاریخ منع نکردن هر نوع احتمالی که داده بشه برای اینکه جان انسان به خطر بیفته. البته این از یک نظر گفتم مسئله دروندینی. ضمن اینکه بنده مخالف نیستم با رعایت اصول بهداشتی، ولی با تعطیل کردن مراسم 100% مخالف هستم، ولی منافاتی نداره، قابل جمعن. ما میخوایم به یک نتیجه برسیم، یعنی صرفا یک بحث تئوری نکنیم و گذرا رد بشیم، میخوایم به یک نتیجه برسیم. نتیجه اینه که اگر میخواهیم واقعا ما یک بحث مفیدی داشته باشیم برای مردم، کسانی به حرف ما گوش بدن و عمل بکنن، اینه که ما بگیم روی کره زمین حداقل 500 تا 700 میلیون شیعه وجود داره. آیا یک قدرتی وجود داره که بتونه اینها، قدرت بازدارندگی، که اینها عزاداری نکنن فردا؟ نه، این چنین نیست. پس به جای اینکه ما بیایم صورت مسئله رو پاک کنیم، بیایم یک راه حل عقلایی داشته باشیم. راه حل عقلایی اینه که هم کسانی که اصول بهداشتی دارن تبیین میکنن بشینن کار کارشناسی بکنن، هم علما و خطبا مداحان دینی اینها یک نرمشی از خودشون نشون بدن، به یک حل وسطی برسن، مراسم رو اجرا کنن با پروتکل های بهداشتی. آقای فرشتیان، در همین خبری که در مورد اینکه چطور مراسم باید برگزار بشه گفته شده که مراسم باید در فضای تا میشه در فضای سربسته برگزار نشه، و اما اصلا نگفتن که در شرایطی اگر باشه که فضا سربسته باشه اونجا هم میشه برگزار بشه، باید شرایط مناسب بهداشتی و مدیریتی داشته باشه و ستاد استانی باید اون رو تعیین بکنه. این در شرایطیه که اکثر شهرهای ایران الان قرمز هست شرایطشون. پاسخ شما رو بشنویم که چرا الگوی دیگه ای، راه دیگه ای در نظر گرفته نمیشه؟ ببینید، این که در مورد این عزاداری که تعطیل بشه، خب این یه بحث دیگری است. بحث تعطیل شدن عزاداری نیست. عزاداری رو به گونه‌های مختلفی میشه انجام داد. همین ماهی که رمضانی که گذشت، به هر حال این مراسم بود و افراد متدینین راه کارهای دیگری پیدا کردن، فضای مجازی بود از طریق اینترنت و غیره، حتی در فضاهای باز، یعنی به معنای تعطیلی نبود، اما به معنای تعطیلی آن شکل موجود بود. اما اینکه دوستمون جناب آقای هدایتی اشاره کردن که چه قدرت بازدارنده‌ای وجود داره، اتفاقا این قدرت بازدارنده در وقتی که در ایران یک حکومت اسلامی است، این قدرت بازدارنده بیشتر از زمانی است که در کشور یک حکومت
غیر اسلامی باشه. یعنی اگر در زمان رژیم گذشته بود ممکن بود تعطیلی این عزاداری‌ها نسبت داده بشه به حکومت رژیم شاه، همچنان که میگفتن اون میخواد مذهب رو تضعیف کنه. اما ما دیدیم که در همین حکومت اسلامی برخی از شیوه های عزاداری مثل غمزنی‌ها که موجب وحن اسلام بود ممنوع شد و بازدارنده هم بود. یعنی این بازدارندگی ایجاد شد و جلوی این رو حداقل در ملأ عام گرفتن. اما در طول تاریخ اونچه که اتفاق افتاد، ما در کنار این عزاداری‌ها حفظ جان رو هم داریم، تقیت و دینی و دین و آبایی رو هم در احکام داریم که گاهی حتی شیعیان توصیه شدن به تقیه برای حفظ جان. وقتی که مجبورن شیعیان جانشون رو حفظ کنند میتوانن تقیه کنن، پنهان کنن باورهای خیش رو، در حالی که عزاداری از کنم که هیچ وجوبی نداره و هیچ. آقای فرشتیان، یک بار دیگر هم دولت آقای روحانی اماکن مذهبی رو تعطیل کردند، اما با مخالفت خیلی زیادی مواجه شدن از طرف برخی از مذهبیون در داخل ایران. فکر میکنید این بار آقای روحانی نمیخواد در مقابل این گروه ها قرار بگیره؟ من گمان میکنم آقای روحانی به دو دلیل این دفعه قصد باز کردن این مراسم رو داره. یکی این که ایشون پایگاهش رو بیشتر در بین نیروهای مذهبی از دست داده. میدونیم رای دهندگان به ایشون یک نیروهای دیگری بودن که از حکومت یه مقداری فاصله داشتن. نیروهای طرفدار حکومت کاندیدشون کسی دیگری بود، ولی ایشون پس از انتخاب دوره دوم کاملا دست از اون شعارها کشید و کاملا تغییر رویه داد. دیگه نیازی به رای دهندگان نداره و بلکه چشمانداز آینده‌ای رو به قدرت داره و تلاش میکنه به این وسیله دلربایی کنه از نیروهای مذهبی. طبیعتاً من تفاوتی قائل میشم بین آقای روحانی که چنین باوری نداره و برای امر سیاسی داره این کار رو انجام میده، یا دوستانی مثل آقای هدایتی که باورمندند و از روی عقیده و باور اصرار بر این مراسم دارن. این دوتا کاملا متفاوته. دلیل به نظر میرسه آقای روحانی تلاش میکنه این کار رو انجام بده عادی سازی است، یعنی با استفاده کردن از احساسات مردم تلاش میکنه ویروس کرونا رو عادی کنه، بنگاه های اقتصادی رو میخواد باز کنه. در مورد باز کردن بنگاه های اقتصادی و فعالیت های اقتصادی دولت خود رو مکلف به این کار میدونه. طبیعتاً با عادی سازی شرایط کرونا دست دولت روحانی برای ادامه این روند بازتر خواهد شد. آقای هدایتی، برخی میگن که این مراسم های عزاداری هم عملاً یک بنگاه اقتصادی هم هست. به هر حال گروهی از جمله روحانیون، کسانی که منبر میرن و همینطور مداحان که عملاً یک گروه بزرگی رو تشکیل میدن در جامعه، اونها هم همین محرم و صفر رو دارن که باید ازش استفاده بکنن. خیلی ها میگن به این دلیله که دولت و حاکمیت نمیخواد راه دیگری رو مثلا برای برگزاری مراسم انتخاب بکنه. نه، من فکر میکنم این دلیل سستی هست، به جهت اینکه اولا قشر محدودی هستن که به هر حال این رو به عنوان یک وسیله رزق برای خودشون قرار میدن. اکثر روحانیون، اکثر مداحان، اکثر حیات اصلا از زندگی خودشون، بخشی از زندگی خودشون رو جدا میکنن، صرف این مراسم میکنن. حتی در طول سال هزینه رو جمع‌آوری میکنن، بودجه ای رو کنار قرار میدن. بنده خودم 30 سال سخنرانی میکنم، یک بار نشده حتی در دهه محرم یا غیر اون تعیین کنم که فلان مبلغ رو میگیرم. البته اگر جایی کسی داده با کمال میل اون رو برکت سفره امام حسین علیه السلام و این دستگاه میدونم. این طور نیست. این یک بله، همه ارزش‌هایی که روی کره زمین وجود داره ممکنه دستخوش تحریف یا دستخوش سوء استفاده قرار بگیره، این مطلب هم هست، ولی این علت پافشاری توده عموم مردم نیست. همینطور که مهمان عزیز فرمودن، این یک باوری است که در بهش معتقدن و روی اون پافشاری دارن. از بعد تاریخی عرض کردم، اگه ما به این نگاه بکنیم، در 110 سال پیش تقریبا در سامر را وبا آمد و اون داستان معروفی که مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو گفت همه مردم زیارت عاشورا بخونن، زیارت عاشورا خوندن، اهل سنت هم دیدن که فقط سنی ها از بین میرن، یک جز مسلمات تاریخ. حالا نگاه دوندینی که مذهبی ها باورمندن، حالا یه مقدار ممکنه دیگران
باورشون سخت باور بکنن. آقای هدایتی، اونها هم اهل سنت هم وقتی زیارت عاشورا خوندن ازشون دور شد این بلا. عرض میکنم یک اعتقاد خاصی نسبت به خود امام حسین علیه السلام تو این قضیه هست. آقای هدایتی، شما به معذرت میخوام حرفتون رو قطع میکنم. شما هولوش 2 ماه پیش با ما مصاحبه کردید، اونجا فرمودید که در اماکن مذهبی ثابت شده که تنها 0.5% احتمال شیوع هست. اگر این مراسم برگزار بشه و تعداد زیادی به این شکلی که الان گفته شده و تعداد زیادی مبتلا بشن، خودتون رو مسئول میدونید در مقابل اون؟ من معتقدم اگر رعایت بشه، اجازه بده دولت، امکانات فراهم بشه، امکانات الان ببینید 2 هفته قبل گفتن 1.5 میلیارد یورو، کمتر بیشتر 1 میلیون یورو، نمیدونم حالا عددش رو نمیدونم، اختلاس رو در همین قضیه تأمین وسایل بهداشتی، اگر امکانات بده دولت، فضا رو فراهم بکنه، خود مردم، خود هیئات، زمین‌های بازی رو قرار بده، هیچ وقت بنده معتقدم هیچ موقع این فراگیر نخواهد شد به خاطر مسئله عزاداری. ضمن اینکه خود مسئله عزاداری میدونید حتی پزشکان گفتن، روانشناسان گفتن اگر کسی در این قصه بیماری روحیه قوی داشته باشه، این کمک میکنه به بهبودی و حتی به اینکه بیمار نشه. بله آقای هدایتی، وقت بیشتری نداریم، ببخشید، معذرت میخوام، وقت زیادی نداریم، باید 30 ثانیه مونده، اون رو هم میخوام با آقای فرشتیان بدیم، چون با شما شروع کردیم، با آقای فرشتیان تمام میکنیم. آقای فرشتیان 30 ثانیه واقعا وقت بفرمایید سریع. مسئله که آقای بهشان در من غم زنی اتفاقا مثال خوبی زدن، نتوانستن غم زنی رو جلوگیری کنن، زنی که بنده کاملا به غم زنی هم معتقدم و اینها فقط با قوه قهریه ظاهر رو تونستن کنترل کنن، ولی در باطن در حیات. ممنون از شما آقای فرشتیان، خیلی سریع 30 ثانیه وقت دارید، راه میانه‌ای هست؟ بله، به نظر من تجربه ماه رمضان تجربه خوبی بود، فضای مجازی وجود داره و فضاهای باز وجود داره و من فکر می‌کنم این راه میانه‌ای است که نه مراسم تعطیل بشه و نه اینکه این مراسم موجب حتی 0.5% احتمال از بین رفتن یک جان یک انسان باشه. ما وظیفه داریم، من نگاه درون دینی دارم عرض می کنم، از درون دینی ما نسبت به جان انسان ها وظیفه داریم. مجلس عزاداری ابا عبدالله مثل سایر مجالس است، همچنان که چند سال پیش در مجلس ابا عبدالله در بازار تهران آتش سوزی شد، عده‌ای کشته شدند، ما نسبت به این خون ها مسئول هستیم. ممنونم از شما. حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی، و محمد هدایتی، کارشناس امور دینی، با ما. ممنونم از شما. مسکن باز هم گران شد. آمارهای وزارت راه و شهرسازی ایران نشان می‌دهد متوسط بهای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه به 21 میلیون تومان رسیده که 10% بیشتر از ماه قبل و 1.5 برابر تیر ماه پارسال است. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات مصرفی هم در یک ماه بیشتر از 6% بالا رفته که سریع‌ترین نرخ رشد ماهانه در تقریبا 2 سال اخیر است. بهرنگ تاشتین گذاشت. آغاز تابستان بازار املاک را هم در پایتخت ایران کمی گرم کرده، ولی از آن طرف قیمت‌ها مثل ماه‌های گذشته دارد بالا و بالاتر می‌رود. به گفته وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه تیر به متری 20 میلیون و 986 هزار تومان رسیده، 2 میلیون تومان بیشتر از ماه قبل و تقریباً 8 میلیون تومان بیشتر از 1 سال پیش. طبق این آمار متوسط قیمت هر خانه‌ای که در این ماه فروخته شده 1.750 میلیارد تومان بوده. جز کالاهای سرمایه‌ای مثل مسکن، سرعت گران شدن مایحتاج روزانه مردم از مواد غذایی گرفته تا چیزهای دیگر هم بالا رفته. به گفته مرکز آمار ایران نرخ رسمی تورم تیر ماه به 26.4% رسیده که پایین‌ترین رقم از بهمن 97 است. ولی همین گزارش نشان می‌دهد که فقط از خرداد تا تیر ظرف یک ماه قیمت کالاها و خدمات مصرفی 6.4% بالا رفته که بیشترین نرخ رشد ماهانه قیمت‌ها از مهر 97 تا الان است. یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌ها احتمالاً رشد نقدینگی است، زیاد شدن حجم پول موجود در اقتصاد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال به بیش از 34% رسیده که بالاترین رقم در 6 سال گذشته است.
یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی این است که دولت کسری بودجهش را با قرض گرفتن از بانک مرکزی تأمین می‌کند. در شرایطی که رکود ناشی از شیوع کرونا درآمدهای داخلی دولت را کم کرده و تحریم‌های آمریکا درآمدهای خارجی‌اش را، نیاز دولت به بانک مرکزی بیشتر هم شده. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست تورم دوباره سیر صعودی بگیرد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. شبکه‌های سراسری تلویزیون تاجیکستان اخیراً فیلمی رو با نام خیانت پخش کردن که در سه قسمت چهره‌های مخالف دولت این کشور رو تقبیح می‌کنه و اونها رو وابسته به خواجگان خارجی می‌دونه که برای لطمه زدن به تاجیکستان و سرنگونی نظام سکولار اون از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند. چیزی که به عنوان شاهد در این فیلم دولتی پخش شده اعتراف‌های زندانیان و افراد محکومه و بار دیگه ایران به دخالت در امور تاجیکستان و حمایت از مخالفان دولت متهم شده. داریوش رجبیان گزارش می‌دهد. استفاده بردن یراق‌های گوناگون ما رو جلب کرد برای جهاد کردن در افغانستان. کسی که خیانت کرده است بخشیده نخواهد شد. خیانت، لفظی که دولت تاجیکستان بیش از پیش برای توصیف مخالفان خود به کار می‌برد و حالا عنوان فیلمی 210 دقیقه ای عبارت از سه قسمت که اخیراً از همه شبکه‌های سراسری تلویزیون تاجیکستان نمایش داده شد. خیانت بر مبنای اعترافات افراد بازداشتی و محکوم ساخته شده. تو کبیری میگویم که از این دهه شرمنده و گریخته رفتی، مردم دهه رو شرمنده کردی. سازندگی فیلم که نام و نشانی از او در تیتراژ خیانت وجود ندارد 25 پرونده را ورق می‌زند. صحبت‌های ندامت‌آمیز محکومان را پخش می‌کند که برخی از آنها دیگر زنده نیستند. حزب نهضت اسلامی آتش نفسی، خطاکاری، غلطکاری، بی‌ادبی، زیان آور. در این فیلم نوک شمشیر به سوی حزب نهضت اسلامی نشانه رفته که 5 سال پیش دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش را به عنوان سازمان تروریستی و افرادگرا ممنوع کرد، به ویژه به طرف رهبر آن محی‌الدین کبیری. کبیری، من همچون راننده نه، همچون غلامی تو بودم. تو پیش از همه با من خیانت کردی. در این فیلم مؤتلفان اصلی پسر عمه، برادر زن، خویشاوندان دیگر و رانندگی سابق آقای کبیری هستند. رانندم 20 سال راننده من بود در مسکو، در روسیه، در تاجیکستان و جزء خانواده من بود. شما تصور کنید که وقتی یک نفر مجبور می شود و نزدیکترین انسان خودش در دوربین نگاه کرده این تهمت ها را می کند، پس چقدر اون حجم شکنجه بالای آنها زیاد است. اما اونها یک ماه دراز تحمل کردند. فقط بعد از آن که دیگر من هم حق نداشتم باعث خدای نکرده کشته شدن یا زندانی شدن باشد، ما گفتیم که دیگر شما حق دارد که این حرفا را بزنید. ولی رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که حالا در اروپا به سر می‌برد میگوید که اعترافات افراد نزدیک به او در پی معامله‌ای صورت گرفته. میگوید ظرف یک ماه روزه نزدیکانش را به اداره امنیت محلی می‌بردند و شکنجه می‌کردند تا این اعترافات را بگیرند، وگرنه به گفته او هر یک از آنها را به 20 تا 25 سال زندان و مصادره اموال تهدید می‌کردند. در تماس‌های بیشمار بی بی سی فارسی هیچ مقام حکومتی یا کارشناس نزدیک به آن حاضر نشد به این حرف‌های آقای کبیری جواب دهد. در فیلم خیانت 31 بار از کشوری یاد شده که به قول راوی مسلمان است و برای مردم تاجیکستان معلوم، اما نام آن کشور را حتی یک بار نمی‌شنویم. گذاشتن کورس‌های تعلیمی مذهبی و تروریستی کشوری به مردم تاجیکستان معلوم. البته در مواردی پرده از روی کشور برای تاجیکان معلوم برمی‌افتد. مثلا در اعترافات ضبط شده که بعضی نام شهرهای قم و کرج و پردیس و بومهن را به زبان می‌آورند. اکثریت جوانهایی که در حادثه‌های 4 سپتامبر اشتراک کردگی، اکثریتش می‌گفتند که در مازندران یا در کرج یا در قم آموزش‌های نظامی دیدند. و در مواردی نقشه نشان داده می شود که نمی تواند جایی جز ایران باشد. گروه جوانان تاجیک عبارت از 25 نفر در بوششگاه های نظامی کشور بما معلوم، یعنی حکومت تاجیکستان بار دیگر ایران را به هم دستی به چیزی متهم می کند که تلاش برای کودتا در سال 2015 توصیف شده. اتهامی که بار نخست درست 3 سال پیش در فیلم این چنینی مطرح شد و اعتراض کتبی سفارت ایران در دوشنبه را در پی داشت. اما چرا این بار بدون ذکر نام؟ به داوری من اگر که بخوایم فاکتور دخالت روسیه رو ندیده بگیریم، به پاسخی در این زمینه نمیرسیم. مطمئنن روسیه و شاید هم چین به خاطر رابطه بسیار تنگاتنگی که نسبتاً با ایران دارن
اجازه نمیدن که یکی از کشورهایی که به هر صورت با پیوندهایی به این دو قدرت بزرگ منطقه‌ای پیوسته است مثل تاجیکستان وارد یک رابطه بسیار بسیار پرتشنجی بشه. چه با نام و چه بی نام، کشور برای مردم تاجیکستان معلوم از محتوای فیلم خیانت برای همگان معلوم می شود. پس چرا ایران واکنش صریحی به این اتهامات نشان نمی دهد؟ سید یونس اسراشنی هم از متهمان فیلم خیانت دولت تاجیکستان است. اگر واکنش نشان ندادن نمی خواهند روابطشان با تاجیکستان، با مردم تاجیکستان، بالاخره حکومت ها می آیند و می روند. اما برای ایران تاجیکستان که آمریکا نیست، مشغول بشود با اون، یا حتی عربستان سعودی هم نیست. تاجیکستان یک کشوری هم زبان، هم فرهنگ، خیلی از مشترکاتی هست. اصلا چی عرض کنم، تقریبا یک جسد هنگی، یک روح هنگی ها. به گفته محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، این تشکل از زمان پایان جنگ داخلی تاجیکستان در سال 1997 دیگر از حمایت مالی ایران برخوردار نبوده. او فیلم خیانت را پروژه دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان می داند. در تماسی که با این دفتر داشتم گفته شد که این فیلم از آفریده های استودیوی تاجیک فیلم است و ربطی به این نهاد ندارد. چند روز پیش رئیس استودیوی تاجیک فیلم نام کارگردان این فیلم بی امضا را اعلام کرد. رستم ستارزاده، نامی که برای محافل خبری تاجیکستان چندان آشنا نیست، هرچند در فیسبوک نمایه ای دارد. و در جستجوگر گوگل نام او صرفاً با خبرهای مربوط به فیلم خیانت ظاهر می شود. مسئولان استودیوی تاجیک فیلم هم به من گفتند که مایل نیستند در این زمینه گفتگو کنند. با استفاده از عقیده های دینی و افراطی و دسیسه بازی های خواجگان خارجی، گروه خیانتکاران به سر این ملت خیانت با تمام پرسش هایی که پدید آورده، دلیل تازه دیگری است بر پنبه شدن همه رشته های صلح بین تاجیکان که 23 سال پیش حاصل شد. رئیس جمهور تاجیکستان در بزرگداشت روز امضای آن توافق ماه گذشته رسما یکی از دو طرف صلح را حذف کرد و گفت: ما با حزب تروریستی و اکستریمیستی نهضت یگان سازشنامه امضا نکرده ایم. حکومت مملکت سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان را با اتحاد نیروهای مخالفین به امضا رسانیده است. و ستون فقرات آن اتحادیه همین حزب نهضت اسلامی بود و طرف مذاکره امام علی رحمان، رهبر وقت این حزب عبدالله نوری. داریوش رجبیان، بی بی سی. ممنون که در 60 دقیقه امشب همراه ما بودید.